خوشحالم که پذیرفتی که با همدیگه صحبت کنیم قربونت و بشم، برامون مرسی از از این تجربه فرصت. با هم دازی. آره، برامون از تجربه راه اندازی بیزینس توی آلمان بگی. اول از همه برم سراغ داستانی که واسم تعریف کردی. گفتی یه روز سرد زمستونی نزدیک شب یلدا تصمیم گرفتی که شمع درست کنی دقیقا و به مادرت گفتی که به نظرت من اگر شمع درست کنم کسی ازم میخره، و مامانت هم بهت گفتش که برو بابا کسی ازت نمیخره. خب ببینیم چی شد. دقیقا از همینجا شروع شد که گفتم که بالاخره یه کاری انجام بدم، یه کاری رو شروع کنم. در کنار بچه ها دو تا بچه کوچیک داشتم، بعد شمع و استارت زدم. خلاصه شمع و درست کردم، یه تبلیغ به اینستاگرام دادم، بعد دیدم که خیلی طرفدار پیدا کرد، از هر جای آلمان برام سفارش می اومد. خیلی سرم شلوغ شد. یه خیلی شمع پیج درست بزرگی کردم. داشتی، نه نه خیلی نه پیج. اصلا اون موقع من پیج رو اصلا خیلی تازه چیز کرده بودم، زده بودم، اصلا هیچ فعالیتی توش نداشتم. از همون شمع شروع شد. یعنی فالوور خیلی زیادی نه نداشتی ولی به خاطر نه 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 تبلیغی نه که به اینستاگرام دادی دقیقا سفارش داشتی. دقیقا خب سفارش ها چطور بود؟ خیلی همه چی خوب پیش رفت، اصلا فکرشو نمی کردم، ولی خب خدا رو شکر خیلی خوب پیش رفت. تا اینکه دیگه بعد اینکه شمع ها رو فرستادیم و ایناست، دیگه یلدا گذروندیم. یه سال نو اول بود، ببخشید، اول سال نو بود، بعد یلدا اومد. بعد از اون اتفاقی همسرم کار عکاسی فیلم برداری میکنه، یکی از دوستاش بهش گفته بود که میتونیم بیاین کمک کنیم دکور بزنیم و اینا. یه مراسم خیلی خودمونی داشتم، بعد گفتم باشه من میرم کمک میکنم. به عنوان کمکی رفتم، بعد دیدم همه گفتن که چقدر قشنگ شد، چقدر خوب شد فلان اینا. یه هایی دیگه اومد، نمیدونم از کجا شروع شد، ولی یه هایی یه ترقه شد که کارم شروع کنم. کم کم با درآمدی که داشتم از روی شم وسیله اضافه کردم، گل مصنوعی گرفتم، دیگه همینجوری به مراتب شروع شد. مراسمی که رفتی برای اولین بار آلمانی بودن یا ایرانی بودن یا فارسی زبان بودن؟ فارسی زبان بودن، افغان بودن، یعنی خودم افغان هستم دیگه، همسرش ترک بود، از همونجا شروع شد دیگه. خب سوال من اینه که آیا آموزش دیده بودی برای اینکه این کار رو میخوای شروع کنی یا نه نه فقط توی اینترنت؟ نه نه هیچ آموزشی ندیدم، همینطوری تو اینترنت نگاه کردم و اصلا نمیدونم از کجا از شروع کجا کنم. این جرأت اومد؟ از کجا این جرأت اومد که به خودت بگی که من میتونم توی آلمان، خب کشوری که خیلی مالیات زیاده، میدونی قوانین سخت گیرانه ای داره، مردم بعضیشون میترسن از راه انداختن کسب و کار، از کجا این جرأت اومد که بگی نه من میخوام زرشندیش بشم، خودفرما، و شروع کردی؟ چه ترسایی داشتی؟ ببین خب من از قدیم، از دوران مجردی دختری بودم که همش روی پای خودم واسم و کار خودم داشته باشم، یعنی از کار نمی ترسیدم که حالا یه ترسی تو دلم باشه بگم وای مثلا حالا چه اتفاقی میفته. بعد به یه چیزم که 100% ایمان دارم، وقتی یه چیزی به دلت میاد که آقا فلان کار رو بکن، هیچ جوره نمیتونی بگی نه نمیشه. یعنی اون ترس اصلا دیگه نمیاد سراغت، میگی بذار برم ببینم چی میشه، حتما یه خیری هست، خدا یه چیزی در من دیده که اینو انداخته به دل من. همینطوری شروع کردم و خیلی خوب پیش رفت، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، همه چی عالی پیش رفت. یه چیزی رو اشاره کردی، گفتی که سرمایه نذاشتی، یعنی فروشی که داشتی شده سرمایه کارت. دقیقا. آیا میشه مثلا هم یعنی اصلا هیچ سرمایه نذاشتی، همون فروشت فقط شد سرمایه؟ نه ببین خب من اینا رو اینطور نبود. الان مغازه‌ای که دارم مغازه‌ای نیستش که من بگم یک سال جمعش کردم. همونطور که گفتم خب از خونه شروع کردم، هر فروش حالا کوچیک یا بزرگی که داشتم یه تیکه وسیله حالا کوچیک یا بزرگ میگرفتم. اینطوری نبود که بگم که یه هایی مثلا رفتم انقدر مثلا هزینه کردم یا فلان، که همین الانشم توی مغازم خیلی وسیله ها کم دارم. بازم همینطوری که دارم کار میکنم هی دارم اضافه میکنم، یعنی
یه چیزیه که یعنی نمیدونم چجوری توضیح یعنی بدم. تکمیل نبودی. خیلی ها هستن که میگن من میخوام یه کسب و کاری رو شروع کنم، باید تکمیل باشم، یعنی دیگه اصلا همه چی باید داشته باشم. نه ولی خب تو شروع کردی، خورد خورد سعی کردی که بهش اضافه دقیقا بکنی. دقیقا چالش زبان چی؟ آیا مشتری آلمانی زبان داری و چجوری با چالشش کنار میای؟ وقتی مثلا مشتری یه چیزی به آلمانی داره بهت میگه و تو اون لحظه متوجه نمیشی، چی کار میکنی واقعا؟ ببین خیلی ترسناکه. بگم شاید از 100% مشتریای من شاید 70%ش به زبان آلمانی صحبت میکنن، که اونم مثال خب از کشورهای دیگه یعن، ولی خب چون اینجا بودن آلمانی صحبت میکنن. حالا به اضافه مشتریای ترکی که دارم، حالا زبان ترکی رو یه مقدار متوجه میشم، باشون ارتباط میگیرم، ولی زبان آلمانی رو نه، متاسفانه نمیتونم اونجوری که باید صحبت کنم. صحبت مثلا قراردادا رو همسرم میزون میکنه باشون، ولی خب اگر که همینجوری سرزده بیان داخل مغازه، یه جوری سعی میکنم که حالا قشنگ متوجه میشم، ولی خب صحبت کردن مشکل دارم، که اونم سعی میکنم یه ذره بالا پایین کم یا زیاد بتونم باهاشون ارتباط بگیرم. خب نه، واقعا سوالم اینه، الان مشتری اومده داره یه چیزی رو به آلمانی بهت میگه و تو نمیفهمی، یا میفهمی نمیتونی بهش جواب بدی، آیا اون مشتری برخوردش چیه؟ آیا مثلا خریدش رو با تو کنسل میکنه؟ آیا مثلا اصلا به هیچ عنوان کنسل نمیکنن، خیلی با روی باز همیشه یعنی اومدن با خنده شوخی. بالاخره یا حالا نمونه دیگه آخرش این بوده که نتونستم مثلا منظورمو برسونم، از توی گوشی نمونه پیدا میکنم، نمونه نشون میدم، خلاصه اونا هم میبینن و بعد نمیدونم چه جوریه که خیلی راحت اعتماد میکنن. خیلی خوبه، یعنی اینطوری نیستش که جبهه بگیرن بخوان مثلا خرید نکنن. با مالیات و با مسائل مالیاتی چی کار میکنی؟ سخته؟ آیا نداشتن کافی دانش زبان آلمانی باعث شده که جایی بخوای به مشکل بزرگی بر بخوری؟ آیا دانش کافی تو زمینه امور مالیاتی داری؟ حسابرسیاتو چطور انجام میدی؟ نه من واقعیتش حسابرسیامو اصلا خودم سعی میکنم مداخله نکنم، چون زبان آلمانی که گفتم بلدم نیستم. یه موقع هایی مثلا میگم خب شاید یه اشتباهی ازم سر بزن و همون ترس و ترسایی که خودت گفتی. آره. به خاطر همین چیزا همه این زحمات روی دوش همسرمه دیگه، بنده خدا میاد همه کارامو ردیف میکنه، حالا حسابداری ها رو خودش انجام میده، کارای اداریش رو خودش انجام میده، فقط دیگه حالا اونجا هستیم کارای دیگه شما انجام میدیم. سوال دیگه اینه که فکر میکنی اگر که یک دوره آموزشی میدیدی حالا توی آلمان و بهش میگن دوره آوسبیلون یا پرکتیکوم یا مثلا وایتابیلون میگذروندی، آیا به نظرت موفق تر بودی یا الان که زبشتندیش هستی و برای خودت کار میکنی؟ مهناز جان، من اول همونجوری که میگه خب اولش شاید یه خورده آدم تردید داشته باشه، بگه خب شاید نتونم، اطلاعات ندارم، یا مثلا شاید کم بیارم. اتفاقی یه جا رو با همسرم رفتیم صحبت کردیم و قرار شد برم اونجا من حالا یه دورهی ببینم آلمان، تو همین شهر خودمون بود، آلمانی هم بودم. بعد من رفتم اونجا دیدم که نه، با این که حالا کلاس خاصی نرفتم و اینا، خیلی بیشتر حالیمه تا اونا. از هر لحاظ که بگی دیدم وایستمم فایده نداره، یعنی مثلا خب اون چیزای اون کارهایی که ما میکنیم یا حالا باکس گلایی که ما میزنیم اینا اصلا ندارن. خب ترجیح دادم که یعنی اصلا اون دوره رو نگذرونم، احساس کردم یه وقت تلف کردنه برای من، دیگه نرفتم سراغش. نه و خودت شروع کردی؟ خودم شروع کردم. دوست داری از درآمدم بگی یه خورده بدودیم حالا چطوریه؟ ببین درآمد اینجور کارا خب خودت میدونی کار ما یه کاریه که مخصوصا برای عکاسی فیلم برداری و دکور و اینا، خب همه مراسم ها میفته رو تابستون و هوایی که میزون باشه بتونی کار کنی، یعنی توی زمستون تو درآمدی نداری، یعنی
اصلا نداری از فروش خیلی کل چطور؟ کمه، اونجوری نمیشه اصلا روش حساب کنی. حالا از فروش کل مثلا شاید بتونی یه مقدار از مخارج مغازه رو مثلا تأمین کنی و اینا، ولی چیز دیگه ای برات نمیمونه چون خب هیچ مراسمی نمیگیرن. ولی خب درسته. بعدش که بیفته روی دو مثلا زمان تابستون و هوا که اوکی باشه، عروسیه که شروع بشه، خب باز این بر رو جبران میکنه. میدونی هیچ مثلا چیز خاصی نداره که من بگم الان انقدر درآمد داره هر ماه همین هستش، این بالا پایین میشه. بالا پایین میشه، ولی از کسی که مثلا یک کار ثابت داره بخوای نسبت بگی چطور؟ آیا اون حقوق ثابتی که هر ماه میگیره با این زفشتندی شدنه آیا میارزه؟ آیا ارزش داره به نظرت؟ ببین واقعا اینو نمیشه جواب داد، چون که خب میگم واقعا چون سقف مشخصی نداره، یک. دوما این بستگی به خود طرف داره. مثلا من خودم شخصا دوست ندارم، یعنی از قدیمم همینطور بودم، دوست نداشتم برای کسی کار کنم. میگفتم خب تا جایی که برم برای کسی کار کنم، برای خودم اون کار رو انجام میدم. یعنی نمیشه گفتش این واقعا خیلی مثلا نسبت به خود طرفه، ولی درست. خب من ترجیح همینه که برای خودم کار کنم، حالا اگر کم هست یا زیاد برای خودم باشه. آره این حرف قشنگیه واقعا. بعض وقتا نمیشه گفت که مثلا درآمد همیشه بخواد باعث بشه که تو توی کاری بمونی. ولی خب سوال نظرم اینه که اگر کسی که میخواد کاری رو شروع کنه نترسه از اینکه وای مثلا حالا اجاره مغازه ای دارم، هزینه ها چه جوری میخواد بشه. اصلا نباید بترسه. من روزی که دروازه رو زدم تا همین امروز خدا رو 100,000 مرتبه شکر، من از جیبم اجاره مغازه ندادم. شاید چیزی برای خودم نمونه توی این دوران زمستون و اینا، ولی حداقلش اینه که از جیبم چیزی نرفته، پس جای ضرری نیست. ببین سعیده جان، یه وقتایی از دور خیلی ترسناکه. مثلا من میگم توی کشور غریب بدون اینکه زبان آلمانی بلد باشم به اندازه کافی بیام یه مغازه بگیرم، چقدر ترسناکه؟ چقدر فکر میکنی جواب میده؟ چقدر میشه روش حساب کرد؟ حالا به عنوان کسی که گل فروشی داره فکر نمیکنم تو شهر بزرگی هم باشی همونطور که گفتی. شهرمون کوچیکه. بله. پس متناسب باهاش توی شهر بزرگتر احتمالا اتفاقا بازخورد بهتری هم میتونه داشته باشه، ولی با وجود تمام این شرایط تو میگی که ارزشش رو داره که برای خودت کار کنی. فکر میکنی چه چیزایی در آینده به کسب و کارت اضافه بکنی باعث بشه که پیشرفت بیشتری داشته باشی؟ ببین من نمیدونم چقدر با پیجم آشنایی داری. من از اون پیجایی هست، از یعنی کارم طوریه که همش دوست دارم چیزای جدید اضافه کنم. یعنی از اول پیج من که میری مثلا نگاه میکنی میای بالا، من حداقل هر 5 ماه یک بار چیزای جدید میارم که مشتری خسته نشه از چیزی که حالا همیشه تکراری بخواد ببینه، یه مقدار چیزای جدیدتر ببینه. خب اینجوری مسلما بیشتر جذب میشه. به خاطر همین خیلی چیزای بزرگتری تو ذهنم هست که حالا امیدوارم بتونم اینا رو همه رو چی میگن اونجوری که میخوام پیش امیدوارم ببرم. که حتما همینطور بشه. سرمایه اولیه رو صحبت نکردیم، اومدیم انتهای داستان سری. گفتی که از سرمایه که از فروش شم جمع کردی بر خود کسب و کار راه اندازی، یه حدودی هم بهمون میگی برای راه اندازی کسب و کار؟ برای شم دقیقاً یادمه، فکر میکنم 65 یورو. من با 65 یورو شروع کردم دیگه، الانم که دیگه از همون 65 یورو هم ببین عاشق جسارتت. من عاشق جسارتت. یاد بگیریم واقعا ازت. خیلی قشنگ بود، خیلی تصمیم قشنگی بود. با وجود اینکه خانوادات هم هستن ولی مخالفت هم کردن، ولی تو گفتی که نه من انجامش میدم. حالا انجام میدم نهایت. اگه فروش رفت فروش رفت، فروش نه خودم عاشق شمم روشن میکنم تو خونه لذتش میبرم. آره همینجوری شما رو میچینم روشن میکنم. دقیقا. ولی خیلی باعث خوشحالیه که یه استارتی بوده برای اینکه شروع بکنی. و بعد از اینکه شما رو با 65 یورو شروع کردی، بالاخره یه هزینه هم برای تبلیغات دادی که نمیدونم بین فکر کنم
10 یورو بیشتر نبوده باشه. همون کلا ما میگیم 75 یورو. درآمد حاصل از شمع و گفتی سرمایه مغازه کردی، سرمایه مغازه چقدر بوده؟ ببین از اونجا شروع نشد، وقتی شمع فروخته شد نمیدونم دقیقا چقدر مونده بود که من فقط تونستم یه بکراند گل ساده بگیرم برای دم محضر اشتند اسامت که اینجا میرن ازدواجشون رو ثبت میکنن، یه پای گل میذارن و عکاسی میکنن. من فقط تونستم اون پای گل رو بخرم. با همون پای گل چند جا رفتیم انجام دادیم، همسرم خب اینم نگفته نمونه، عکاسی فیلم برداری که همسرم میکرد اون بنده خدا هم بالاخره اون هزینه هایی که از اونجا میآورد کمک کرد با هم و تونستیم الان این مغازه رو داشته باشیم. یعنی اینطور نبوده که بگم خیلی سریع همه چی اوکی شد یا خیلی مثلا پرفکت، انقدر از شم فروش آنچنانی بوده که الان یه مغازه این چنینی داریم، نه اینطور نبوده، خیلی همشون آروم آروم اومد بالا. چقدر قشنگ و چقدر نمونه بارز یه بیزینس خودساخته، یعنی ذره ذره اومده بالا. به نظرم اکثر بیزینس هایی که اینطوری کوچولو کوچولو میان بالا خیلی بیشتر پیشرفت میکنن تا بیزینسی که یه سرمایه یهویی داره و همه رو میریزه توی کار بدون اینکه اون سرمایه رو خب تجربه داشته باشه نسبت به اون کار، و خیلی از اون سرمایه رو از دست میده به خاطر اینکه تجربه نداره. وقتی کوچولو کوچولو وارد اون بیزینس میشی گاهی اوقات خیلی بهتره. دقیقا. چیزی هست که بخوای اضافه بکنی به گفته هات؟ فکر میکنم همه چیز کم و بیش گفتم، اگر چیزی به ذهن خودت میرسه نمیدونم. من کامنت ها رو روشن میکنم که اگر میخوان بچه ها سوالی بپرسن تو این حین به همون بگو که ساکن کجای آلمان هستی، که اگر کسی خواست بچه ها بپرسن. بعد گلایی که درست میکنیم یا حالا هر کاری که انجام بدیم برای دوسلدورف، کل با پتار، زولینگن، شهرهایی که نزدیک به ما هستن انجام میدیم. بعد گل ارسال داریم برای این شهرها. بعد به امید خدا 2 ماه دیگه افتتاحیه مغازه جدیدمه. بسیار عالی. آره دیگه فیلم کنم. یه چیزی به من گفتی، گفتی که من شنیده بودم که دولت از کسب و کارا حمایت میکنن. بله. ولی رفتم به هم گفتن که نه، اونو برام تعریف کن. بله. من از دوستانمون شنیده بودم که اما ساکن دوسلدورف هستن، گفتن که زمانی که مغازه بزنی از طرف دولت حمایت میشی بابت اجاره های مغازه، بابت هزینه هایی که حالا بخوای وسیله اضافه کنی، وامی بگیری، اینا حمایتت میکنن. ولی خب متاسفانه من رفتم، اولا که خب به خاطر اینکه زبانی مثلا آنچنانی بلد نبودم و اینا، به من که اصلا همچین اجازه ای رو نمیدادن. بعد از بابت همسرم هم که رفتیم که مثلا به اسم همسرم باشه مغازه رو بگیریم و اینا، ولی باز هم گفتن که نه ما نمیتونیم روی شغل شما سرمایه گذاری کنیم. پس یعنی عامل اصلی عدم حمایت دولت ازت این بودش که گفتن که چون که تو حالا مثلا شما دانش زبان آلمانی به اون شکل ندارید، ممکنه که سرمایه ما رو از بین ببرید و ما به شما اعتماد نمی کنیم. آره دقیقا. ولی ما رفتیم و روی پای خودمون بلند شدیم. آره به کمک شما نیازی نداریم. فکر میکنم البته هر شهری قانوناش فرق کنه، شاید حالا دوباره اگر شاید دوسلدورف زندگی میکردم یا کن زندگی میکردم، شاید دوباره همون حق و حقوقا به منم تعلق میگرفت، نمیدونم چطوریه، ولی خب تو شهر ما متاسفانه این حمایت ها نبود. یه نفر پرسیده که قیمت دکوراسیونتون از چقدر شروع میشه؟ قیمت دکورام متفاوته، برای تولد داخل شهر خودمون از 150 یورو شروع میشه، دیگه باز جاهای دورتر لیفرونگش هم اضافه میشه. درسته. درباره تحویل کارها هم گفتی که شهرهای اطراف رو همسرتون انجام میدن، اونم یه توضیح بده و دوباره شهرها رو بگو چون بچه ها شاید سوال داشته باشن. بابت گلهایی که درست میکنیم، حالا دست گل باشه، باکس باشه، هر چیزی که باشه، یا سفارش بدن به همون، بابتش همسرم اونا رو براشون میبره همون ساعت و همون تایم. کدوم شهرها؟
دوسلدورف، کل، وپتال، زولینگن دیگه، هامبورگ نمیاد. هامبورگ خیلی فاصله داریم. بازم اگر کسی سوالی داره خوشحال میشیم که جواب بدیم، ولی در کل نمونه بارز یه بیزینس خود ساخته که به نظرم واقعا جسارت و معنا میکنه. امیدوارم کسایی که میبینن این لایو اگه گوشه ذهنشون حتی قلقلک بشه که یه کاری رو امتحان بکنن برن جلو. ممکنه که خیلی چیزها رو از دست بدن، مثلا ما خودمون به خاطر اینکه کارمون با پرینتر هستش واقعا ضررهای خیلی عجیبی کردیم توی این مسیر کاری، و من هنوز نمیتونم بگم جایی هستم که خب من الان یه موفقیتی خیلی خوبی به، ولی واقعا اول راهم، شاید اول اون 2 ساله‌ای هستم که تو شروع کردی. درسته که ضررهای خیلی زیادی کردم توی این مسیر، ولی واقعا به نظرم میارزید، میارزه که یه کاری انجام بدی. واقعا واقعا همینطوره. مهناز جان من اینو بگم فراموش نشه، دوستانی که حالا دوست دارن بابت کار گلارایی یا بادکنک‌آرایی بخوان چیزی رو یاد بگیرن یا بخوان کار خودشون رو شروع بکنن، من از 2 ماه دیگه که مغازه جدید رو بزنم کلاس‌هایی رو میذارم داخل مغازه که میتونن بیان داخل مغازه 0 تا 100 این کار رو یاد بگیرن و خودمم کمکشون میکنم، حالا تا جایی که بتونن مغازه‌شون رو بزنن، از کجا بار تهیه کنن، همه اینا رو میتونم کمکشون. همین الان 2 نفر سوال پرسیدن درباره آموزش شما که جوابو فکر کنم واضح دادن، گفتن که به صورت آنلاین بهتون حالا آموزش میدن یا حضوری فکر کنم گفتن. آره اگر نزدیک باشم میتونم حضوری تشریف بیارم. به صورت حضوری هم میتونید ازشون آموزش ببینید و به نظرم از کنار همچین دختری بودن که همچین جسارتی داره، همچین خانومی بودن که همچین جسارتی داره، واقعا میتونه کمک کنه که شما هم خیلی قوی بیزینستون رو استارت بزنید. خیلی خوشحال شدم. منم همینطور مهناز جان، ممنونم از اینکه دعوت کردی، انشالله روزی برسه شما رو از نزدیک ببینیم خانم. خیلی من خوشحال میشم و ممنون از اینکه امشب با من بودی. امیدوارم که بچه هم استفاده کرده باشن و فکر نمی‌کنم دیگه سوالی مونده باشه، درباره همه چی صحبت کردی. یکم نوشته ورکشاپتون رو استوری بذاری انشالله. من که امیدوارم موفق باشی، شب خوبی داشته باشی. قربونت، شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.